آن بالا ایستاده ای بر فراز آزادی، به مردمی نگاه میکنی که یک عمر نامت را صدا زدند، ناصر حجازی را فریاد کشیدند. برد تیمشان را از تو خواستند، فکر میکردند همه چیز در ید قدرت توست، در حفظ دروازشان داخل زمین، در رهبریت بیرون زمین. آنها برای خداحافظی با تو آمدند، برای بدرقه ناصر حجازی. آنها را میبینی، آنها را و خیلی روزهای دیگر را در همین جا، روزهای افتخار را در استادیوم 100,000 نفری، دور قهرمانی جام ملت‌های آسیا، شب جشن صعود به جام جهانی، روزی را که میتوانستی با استقلال قهرمان آسیا شوی و همین زمین آن را از تو گرفت. به شهر پشت سرت نگاه میکنی، به جایی که امجدیه را در دل خودش جای داده، شب پیروزی بر اسرائیل در آنجا، شبی که زادگاهت تا صبح نخوابید. مردم بدرقه‌ات میکنند، پیر و جوان، بر دستان آنها خاطرات زنده میشود، خاطرات شکوه فوتبال ایران، روزهای جام جهانی آرژانتین، شگفتی آفرینی در المپیک مونترال، آقایی بر فوتبال آسیا. تو از آن بالا آنها را نگاه میکنی و میدانی هیچ وقت دیگری جایت را پر نخواهد کرد. ناصر حجازی، دوست داریم ما، دوست داریم ما. چهارده اردیبهشت 1351، اینجا ته دنیا. برای اولین بار است که این همه از خانه دور شده ای. خیلی دورتر از آن 12,000 کیلومتری که تا خاک اتحاد جماهیر شوروی رفته بودی و در اولین بازی های دوستانه ملیت دروازت به توپ بسته شده بود. هزارها کیلومتر دورتر از بانکوک که با زانوی مصطوم درون دروازه ایستادی و خیلی زود همراه یارانت از بازی های آسیایی ودا کرد. هنوز در تیم ملی به تو اعتماد ندارند. چه فرقی میکند آن روزهایی باشد که روزنامه‌های ورزشی برای زدن مربی یوگسلاو روی نیمکت تیم ملی دستاویزی بهتر از تو نداشتند، که این روزها که دهداری نشسته بر نیمکت را زیر تیغ بردند. حتی برایشان مهم نیست تو در تاج زیر نظر همان مرد یوگسلاو بهترینی. رایکوک میگم استعداد خوب، لیاقت و شایستگی و تکنیک بالا و قد قواره دار، و طبیعتاً موقعی که شما در زمان که اشاره فرمودید دروازه بانای خوبی بود، یا قبل از حجازی مثلا عزیز ارسی، آقای محمد بیعتی یا آقا حسینی گلرای خوب بودن، در زمان خودم بیامرز حجازی هم دروازه بانای خوبی بود، منصور رشیدی بود، کریم بوستانی بود، گربه کندی بود، راخفر بود، ناصر نبوی بود، یعنی یک ترافیک زیادی از دروازه‌بان داشتیم، همه هم در رقابت با همدیگه بودن. ولی من اعتقاد دارم گاهی پیدا میشه فوتبالیستایی که خودشونو به تیم ملی و مربی تحمیل میکنن. اینجا ته دنیا، پیونگیانگ. طوفان زرد در خانه آرام گرفت. میگویند آرامش پیش از طوفان. همه از کره شمالی حرف میزنند. تیم هراس انگیز جام جهانی 66. تیم ترسناک آغاز دهه 70. تیم تند و تیز روزهای سخت. The goal scorer Woon
تیم کره بازیکنان سرعتی، بازیکنان اصطلاحاً سرزن خیلی خوبی داشتن در اون مقطع. شب پیش از بازی قرار بر برپا شدن کارزار در ساعت 4 بعد از ظهر است. تیم ایران ترسیده. کابوس از شب قبل برای هم تیمی‌ها آغاز شده. صبح روز بعد هنوز صبحانه نخوردید که میگویند داور ساعتی دیگر سوت شروع بازی را در استادیوم پیونگیانگ خواهد زد. اعتراض فایده ای ندارد. خب ما خیلی این کره شمالی بی. همون موقعی بود که از جام جهانی اومده بود و بروبیا و اینا، ما هم همه ترسیده بودیم. رفتیم خلاصه اونجا یک گل هم راه بود و رفتیم غذا هم بهمون نمی ساخت و خلاصه بازی شروع شد. 70,000 تماشاگر سازماندهی شده روی سکوها به صف شدند تا مجوز حضور در المپیک 1972 مونیخ را همین امروز بگیرند. همین امروز در همین ساعت پیش رو. فقط تو میتوانی سد راهشان شدی. توی که هنوز کسی چندان رویت حساب باز نمی کند. زمین خاکی است. استادیوم 70,000 نفری خاکی. هر شیرجه‌ای میتواند مصدومت کند. اما تو آمده ای که ماندگار شدی. امروز قرار است در تاریخ روز تو بماند. رفقایت سردرگمند. تیم به هم ریخته. سرعت کره ها غافلگیر کننده است. اما هرچه میزنند به در بسته میخورند. چند توپ باور نکردنی میگی. فوتبالی ها به این توپ ها میگویند غیر قابل مهار. تو مهارشان میکنی. تو سد دروازه ایران هستی. تو مرد شماره یک. مرد مورد اعتماد، آخرین مرد مقاوم. من فکر میکنم که آقای حجازی بازم خدا بیاموزش یکی از خاطرات فوتبالش اونجا گذرون. یعنی ما باید 15 هیچ و باز میادیم بیرون، همه رو این ناصر هر جوری میزدن میکردم، اصلا نمیدونم چه جوری شده بود. توی پیونگیانگ مساوی شده بودیم که ناصر ستاره بازی بود، یعنی به تنهایی تیم ملی ایران رو ناصر جون آورد بیرون. ما اگه کسی دیگه بود 10 تا گل میخوردیم. گفت حدودا 90 دقیقه اونا حمله کردن، انگار من یه نفر بودم فقط، یعنی اصلا دیگه بازیکنه گیج شده بودن. صبح روز بعد عروس جوانت که پای کیوسک روزنامه فروشی میرود، تیتر اول این است: مردی که از هیچ همه چیز ساخت. صبح که رفتم روزنامه‌های ورزشی رو بخرم، دیدم که بزرگ رو تیتر کیهان ورزشی اگه اشتباه نکنم نوشته بود مردی که از هیچ همه چیز ساخت. بعد نوشته بود کره شمالی 0 ناصر حجازی 0. تو حالا نقطه اتکای یک ملتی. اردیبهشت 1351 است و تو در مسیر بازگشت از پیونگیانگ به تهران غریب شادی مردم شادمان از پیروزی را به یاد می آوری. چیزی که انتظارت را می کشد. چیزی که انتظارش را کشیده. شاید چیزی شبیه آن عصر امجدیه و قهرمانی باشگاه های آسیا. 21 فروردین 49 را که زادگاهت هرگز فراموش نخواهد کرد. دو جام داره. جام ملت‌های آسیایی و جام قهرمانی باشگاه آسیا. 3 سال است عضو تاج شده ای. رایکوف حالا در تاج است و تو مرد مورد اعتمادش. کم افتخار به دست نیاورده ای. مهمترینش فتح آسیا است. اگر نه که در دربی‌های متعدد این تو بوده ای که سکوها برایش هورا کشیده. مسابقه فوتبال بین پرسپولیس تهران و حریف دیرینش تاج تهران در چارچوب مسابقه های قهرمانی باشگاه های ایران، ورزشگاه امجدیه. در قهرمانی باشگاه های تهران تو بوده ای که برای آبی ها نقش کلیدی بازی کردی. همه چیز اما مقابل آن شب جشن خیابانی تهران رنگ می‌بازد. گل پیروزی بخش مسعود معینی.
مسعود معینی هست. شوت، گل، گل. اشکایی که بر گونه او و مردم می‌غلتند. کیهان ورزشی روی جلد تیتر می‌زند. اشک مقدس برای پیروزی. بردن حریف اسرائیلی برای ایرانی‌ها طعمی ورای فوتبال دارد. اول وقت اضافی مسعود مونی موفق شد که گل برتری تیم تاج رو به ثمر برسونه. در 15 دقیقه دوم مسابقه گلی رد و بدل نشد و بدین ترتیب تیم تاج با نشه 2-1 پیروز شد. ۲۴ شهریور 1353، سرنوشت تو به خاک کردن اسرائیل گره خورده. بار دوم، این بار با تیم ملی و حالا در استادیوم تازه تأسیس پایتخت. نسل جوان کشف شده به دست رایکوف آمده تا آقایی کند. چه چیزی برای آقایی کردن شیرین تر از مدال طلای فوتبال بازی‌های آسیایی تهران؟ زخم برتن دارید، تو بیشتر. در بهترین روزهای زندگیت جام جهانی از تو دریغ شده. با ناکارآمدی مربیان وقت، با برنامه‌ریزی غلط، با جهنمی پیش از استرالیا به نام نیوزیلند. روزنامه نگاران نامش را گذاشتند جهنم سرد. و برای مقدمات جام جهانی 1974 متاسفانه ما بازی‌های خوبی را انجام دادیم، ولی بر آخرین بازی که با استرالیا بود در استرالیا با نتیجه 3-0 ما بازی رو واگذار به استرالیا کردیم و در برگشت تونستیم استرالیا 2-0 شکست بدیم که متاسفانه نتونستیم در جام جهانی 1974 آلمان حضور پیدا کنیم. پیش از آن المپیک جهنمی دیگر برای ایران بود. دو شکست سنگین که حتی برد مقابل برزیل هم التیامش نبود. تو آنجا غایبی، در همان المپیکی که خودت تیم را به آنجا بردی با درخششت در همان صبح درخشان پیونگیانگ. در مونیخ اما تیم بی تو آن صلابت را ندارد. یارانت ترسیدند. فوتبال یک بازی تیمی است و تو پای پله های هواپیما با تیم نمی روی، چون می خواهی ثابت کنی پای خواسته هایت می ایستی. باید بدانند که حجازی با کسی شوخی ندارد. بیوگرافی مسابقات آسیایی، مسابقات مقدماتی، مسابقات منطقه‌ای می نوشتن ناصر حجازی، دانشجوی مدرسه عالی ترجمه، برای ما افتخار بود. یعنی ما میخوام بگیم که در بی‌بضاعتی در واقع فرهنگ اون دوره که اکثر بازیکن‌ها کمتر گرایشی به ادامه تحصیل یا تحصیل داشتن، ناصر حجازی یک الگو شد. و یادمه که میگفت اول درس اون موقع، نه اینکه کسی بهش گفته باشه، خود ساخته بود. اون موقع هم خودش میگفت اول درس بعد ورزش. اگه این درس رو نخونی تو ورزش هم به جایی که میخوای برسی نمیرسی. حالا زمان بازگشت است. آسیب دیده ای. دستت بسته است. نمیخواهی بازی کنی. همسرت به سراغت میآید. از تو میخواهد به زمین بروی. او مطمئنت میکند که تو بهترین شانس ایران برای قهرمانی هستی. حشمت مهاجرانی از او خواسته با تو حرف بزند. میداند که حرف عشق از هر توصیه فنی و عامرانه‌ای برنده تر است. بازی با ایران و اسرائیل بود که ناصر از مثلا یکی دو هفته قبلش دستش در رفته بود و خیلی احساس ناراحتی داشت. چون دستش سیب گرفته بود، اشاره داشتم قبلا، همزمان بود که نازی خانم با آتیلا سه ماهه بود بغلش اومده بود. من رو سخنم با نازی خانم بود، گفتم این جوون نصیحتش کن، کمک کن که بتونه امروز بازی کنه، فینال مهمه بره ما. و نازی خانم هم اونجا به ناصر گفت. ولی خب مربیش خیلی اصرار داشت که بازی کنه. بعد اون دستش البته بانداج کرد، همین دکتر زرکش خدا بیامرزه براش بانداج کرد و رفت تو دروازه. درست فکر کرده. قدم روی چمن استادیوم 100,000 نفری میگذاری و برای تاجی ها و پرسپولیسی های متحد شده با هم دست تکان میدهی تا اسرائیل را نقره داغ کنی. دو ساعت بعد جام در دست تو خواهد بود. تو روی دستان مردم خواهی بود. دو ساعت بعد تهران خواهد خندید. آنها به خودشان گل خواهند زد. تو گل نخواهی خورد. تو سنگر ایران را حفظ خواهی کرد تا همان یک گل جام را در دست ما قرار دهد. تو قهرمان می‌شوی. این بار کنار یک خارجی دیگر به نام فرانک اوفارل که آخرین بازیش با تیم ملی خواهد بود. حالا با تیم ملی هم قهرمان شده‌ای.
تو حالا آقای آسیایی، نقطه ترس حریفان. میگویند گل زدن به حجازی برای فوتبالیست های آسیا تابو شده. ساقچه مهاجمانی که وقت رویارویی با تو نمیلرزد. تو حالا بهترین دروازبان آسیایی. از 1976 تا 1978 ایران دو سال رویایی را با حشمت مهاجرانی پشت سر گذاشته، بدون دلشورهای گذشته، بدون سست شدن پاها جلوی حریفان. جنگ جو و نترس. جام ملت‌های آسیا را به راحتی آب خوردن برده اید و حتی به حضور تو در درون دروازه نیازی نبوده. و بعد به المپیک مونترال 76 راه یافته اید. آنجا هم از مرحله گروهی صعود کرده اید. فخر آسیا شده اید. ایران 1-0 گل توسط علی فرمی دقیقه 50 اجازی. در برد مقابل کوبا مؤثرترین فرد زمین بوده و باز با اختلاف یک گل مقابل شوروی رویایی باخته و از رقابت ها کنار رفته. رودان کاپیتان کوبا پشت توپ قرار تخصص خوبی داره بر پاسا و یک پاس قشنگ از باطنپور میذاره و ماسو چه شوتی میزنه و حجازی رو میگیره در حالی که زاویه بسته بود و ماسو با تمام قدرت و دوگان هم به موقع به دلگادو. حالا دلگادو به تنهایی توی محوطه 18 قدم تیم ایران میاد، از اونجا شوت میزنه. حجازی خیلی خوب، خیلی خوب، عالی. پردین به قلیچانی، از قلیچانی برای مزمونی که گارسپل برای نوستو گل مزمونی گل ایران رو میزنه. به چپ میفرسته که توزه رو میگیره به بور یک واگذار کنه، خود بور یک برای شوت زدن و حناصر حجازی بهتر از اون این کار رو می‌کنه. پیش از آن بازی تدارکاتی با فرانسه پرستاره هم بوده. آنجا هم وقتی تیم سه گل خورده، تن خسته و مریض، نیمه دوم مربیان را قانع کردی به زمین بیایی و جلوی فرانسه را بگیری. با آپاندیس تازه عمل کرده. در شرایطی که هیچ کس از تو انتظار بازی کردن نداشته. بعد از بازی فرانسه این تصمیم در من بیشتر قوت گرفت که از وجود این حجازی در دروازه‌بان استفاده کنم. در صورت ما پیگیر شدیم، تلاش کردیم، زحمت کشیدیم. در جام جهانی 1978 تمام تلاشمون رو به کار بردیم که از آسیا و اقیانوسیه یک کشور به جام جهانی صعود می‌کرد. همونطور که مستحضرید 16 تا تیم در جام جهانی حضور پیدا میکرد که ایران با شایستگی تمام بازیاشو بدون شکست انجام داد. مطبوعات استرالیایی که بازی دوستانه هفته قبل مقابل رومانی و یوردانسکای افسانه ای را دیدند تیتر میزنند حجازی امید اول ایران برای صعود به جام جهانی. از همونجا روی دروازه میپرسه بچه های یک بار دیگه دروازه برگردون. صادقی شوت میزنه، روشن گل روشن، گل دقیقه. استرالیا را در خانه میبرید، تو گل نمیخوری. کره را در تهران هم متوقف می کنید و استرالیا را در استادیوم 100,000 نفری لبریز از تماشاگر باز می برید تا بی هیچ تردید به عنوان قدرت اول آسیا پا به جام جهانی بگذارید. تو آن روز سرانجام پیراهن 22 را هم کنار می گذارید و شماره 1 می پوشید. پیراهن آبی خوش رنگی که یادگاری اوفارل به توست. تو مدت هاست که مرد شماره 1 تیم ملی ایران. جوان 1978 پروازتان در بوینس آیرس به زمین می نشیند، جایی پایین تر از خط استوا. در کشور انتخاب شدن از قاره‌های گوناگون و به بوینس آیرس پایتخت آرژانتین اومدن تا مسابقه ها را برگزار بکنن. البته اطلاع دارید که مسابقه ها در 5 شهر و 6 استادیوم برگزار می شود. سرفصل های تاریخ فوتبال را با جام جهانیش می نویسند و حالا شما بخشی از تاریخ فوتبال هستید، یکی از 16 تیم قدرتمند جهان. و
برترین تیم آسیا. به مندوزا می روید در غرب آرژانتین، به ورزشگاه 35,000 نفری آرامی که برنده بازی را از قبل مشخص می داند. می گویند از قرعه شانس نیاورده اید. در اولین گام مردان ارنست هاپل به انتظارتان نشستند، نایب قهرمانان دوره قبل، رؤیایی ترین فوتبالیست های دهه 70. کاپیتان پروین با خبرنگاران شوخی می کند و می گوید کمتر از 2 گل به هلند نخواهیم زد. اما شوخی توی رختکن چیز دیگری است. برویم و بهشان بگوییم عزاداریم، هوای ما را داشته باشند و کم گل بزنند. ما وقتی اون موقع زمان ما یه دنیا ورزش شد، یه کم ورزش. زمانی که قرعه کشی شد ما افتادیم تو گروه هلند، روزنامه همین کهان ورزشی و دنیا ورزش انقدر وحشت توی ما انداختن که اینجوری کردن و اونجوری کردن و بازی کردن 11 تا به اون زدن در یه خود وحشت کرده بودن. بعدم ما کتبسته رفتیم به جام جهانی. سریع من اسامی بازیکنان تیم ایران رو حضورتون معرفی می‌کنم. ایران یک دست سفید پوشته روی صفحه تلویزیون مشخص هست: حجازی، نظری، عبداللهی، کازرانی، اسکندریان، پروین، نایب آقا، صادقی، قاسم‌پور، فرکی و جهانی. اضافه می‌کنم خدمتتون از 11 بازیکنی که الان در مقابل تیم ملی فوتبال ایران در تیم هلند بازی می‌کنن، یعنی تیم نایب قهرمان، نایب قهرمان جهان، من باید بگم که بازی اول می گذرن 3-0. همینجا هم چند توپ خوب ستارگان نارنجی پوش را می گیرید. نمی گذاری شوخی ها محقق شد. ایران کیسه گل مدعی عنوان قهرمانی نمیشه. خاطر گل شماری بالاتر از پرو هست، دو امتیازی میشه هلند. همچنین پرو هم دو امتیازی، اسکاتلند و ایران بدون گل و بدون امتیاز در رده آخر جدول هستن. حالا وقت درخشش است. در کوردوبا، در ورزشگاهی بزرگتر از قبلی و این بار در مرکز آرژانتین، اسکاتلند با کنی داگلیش ستاره لیورپول. منتخبی از ستارگان لیگ انگلیس در سالی که تیم اصلی جزیره غایب بزرگ جام است. آنها هم با ادعای قهرمانی رهسپار آرژانتین شدند، اما شکست از پرو غافلگیرشان کرده و حالا آمدند تا پس از یک بازی آسان با ایران مجوز صعود را از هلند بگیرند. هیچ کدام از سرمه پوشان حدس هم نمیزنند که 90 دقیقه بعد این آنها هستند که نخستین حذف شده گروه خواهند بود و نه مردان سرزمین پارس. دانای فرد دروازه آلن راف را باز خواهد کرد. حالا همه تو را می‌بینم. بیشتر از همه انگلیسی‌ها و بیش از دیگرانشان 4 ستاره منچستر یونایتد که اسکاتلندی هستند. آنها به منچستر که بازگردند برای مربیشان از دروازه‌بان خواهند گفت که گل زدن به او کار دشواری است. آنها مدیران منچستر یونایتد را قانع خواهند کرد که برای خرید تو اقدام کنند. بازی آخر اما روز ایران نیست. نه روز ایران است، نه روز تو. حشمت مهاجرانی با بلند پروازی سعود تیمش را هجومی مقابل پرو به زمین می‌فرستد. پروی پیروز مقابل اسکاتلند. پروی به تساوی رسیده با هلند. مهاجرانی فکر می‌کند با پیروزی 1-0 می‌تواند همان کاری را بکند که در المپیک مونترال با کوبا کرده بود. یک پیروزی حسابگرانه و رسیدن به جمع تیم‌های مرحله دوم. این بار اما برگ مهاجرانی خوش نمی‌نشیند. ایران سنگین‌ترین شکستش در تمام ادوار جام جهانی را تجربه خواهد کرد. جام جهانی 78 حجازی با یک رکورد عجیب و غریب روبرو میشه. سه بازی 4 ضربه پنالتی. چون نداره چنین
سه بازی 4 ضربه پنالتی یه دروازه‌بان. این مدافعین ما در حد استاندارد بود. این آندرانیک خیلی مدافع فوق‌العاده‌ای بود. اسکندریان. ولی تو جام جهانی فکر کنم در حد قواره خودش ظاهر نشد. بنابراین ناصر حجازی بد اقبال بود که در هم المپیک 76 و هم جام جهانی 78 مدافعین جلوییش بهترین بازی‌هاشون رو ارائه ندادن. تیم به خانه برمیگردد. در این میان این فقط تویی که از شکست فوتبال در خارج مرز و هنگامه انقلاب در داخل سودای بهترین روزهای زندگیت را داری. تویی که مشتریان اروپایی به پایت نشستند. 1979 لندن، فرودگاه هیترو. آمده ای تو اولین دروازه‌بان لژیونر تاریخ فوتبال ایران باشی. در خانه انقلاب شد و مثل هر انقلاب دیگری در تاریخ صف‌بندی ها تغییر کرده. صف ایرانی های فرودگاه هیترو طولانی است و همسرت مضطرب که قرارها برقرار نمانده باشد. من دقیقا یادم هواپیما که نشست تو فرودگاه لندن، از هواپیمای ما شاید 5-6 نفر فقط اجازه پیدا کردن که برن تو انگلیس و بقیه هم برگردوندن ایران. هر ایرانی که روی پاسپورتش مهر ریجکت می‌خورد، هر ایرانی که از صف ورود به پایتخت جزیره بیرون کشیده می‌شود، نگرانیت بیشتر می‌شود. اما تو ناصر حجازی هستی. دنبالت فرستادند. تو را می‌خواهند. مستقیم به شهر منچستر می‌روی. در آستانه ورود به بزرگترین باشگاه جهان، با تیم تمرین می‌کنی. با شیاطین سرخ پا به زمین می‌گذاری. سران یونایتد مصمم می‌شوند که تو را استخدام کنند. از ایران برای آنها یک نامه می‌فرستند که حجازی باید برگردد. او رضایت ما را ندارد. به تو یک هفته مهلت داده می‌شود. یک هفته. اون زمان چون فدراسیون فوتبال اصلا بسته بود به خاطر انقلاب، کاملا بسته بود. بعد ما رضایت‌نامه را نداشتیم. به ایران باز می‌گردی. هیچ کس حواسش به تو نیست که داری بهترین شانس زندگیت را از دست می‌دهی. اگر میرفت منچستر به نظر من خیلی به نفع فوتبال ایران میشد. هنوز به 30 سال هم نرسیده ای و میگویند اوج بلوغ دروازه‌بان‌ها در گذر از 30 سالگی است. هنوز زمان زیادی برای کسب افتخار باقی مانده. هرچقدر هم که فوتبال در گذر از انقلاب جایگاهش را از دست داده باشد، تو در خیابان‌های شهرت امید یک ملت برای کسب افتخارهای تازه ای. اما دریغ که سیاست بی‌رحم است و جغرافیای تولد تو به سیاست گره خورد. مش وقت ناصر حجازی رو با خنده های بلند یا پیروزی تیمش که به هوا پریده برخلاف همه به یاد نمیاریم. من اونو با اون آرامشش به یاد میارم که با اون خونسردی ذاتی درون دروازه یه جایی ایستاده و منتظر توپ بیاد، باید با خونسردی توپ رو میگیره. همیشه این اون پیرن زرد و اون خونسردی و که از دل اون خونسردی ذاتیش بود که اعتماد به نفس به ما داده میشده، اینکه نگران نباشید، یک کسی درون دروازه هست، هر مهاجمی که میخواد بیاد، هر چقدر قوی، ضربه هر چقدر سنگین‌تر، من اینجا ایستادم و مطمئنم حجازی یه جایی در اون ضربه رو مهار میکنه. 22 سپتامبر 1980، 31 شهریور 1359، تو و یارانت در زمین مسابقه اید که 4 میگ عراقی فرودگاه زادگاهت را بمباران میکنند. شما مدافعین 3 دور عنوان قهرمانی، دو بازی اول جام ملت‌های آسیا را در روزهای بی تمرینی و بی اردویی به مربیگری حسن حبیبی با 2 تساوی مقابل سوریه و چین پشت سر گذاشتید تا به حریفان آسان برسید و صدر نشین گروهتان شدید. پیش از آن مجوز صعودتان به المپیک را یک جنگ دیگر لغو کردید. شوروی به خاک افغانستان حمله ور شده و ایران کنار برادران افغانش ایستاده. صعود قدرتمندانه انسان به المپیک را کسی نمی‌بیند. اتفاقا المپیک مسکو هم تحریم شد. یه بار دیگه یه توپ تو دروازه شلوغ بنگلادش بردن، کار مشکلی است. فرصت و توی دروازه. حالا وقتی دیده شدن است. اما نمی‌دانید درست زمانی که شما بنگلادش را گل باران می‌کنید، عراقی‌ها شهر شما را بمباران کردند. از زمین که بیرون می‌آیید، کویت به یک بار جهنم مجسم می‌شود. آنها حامی حمله وران به خانه و کاشانه تو و هم تیمانت هستند. به هم می‌ریزید. تماس ها با خانه سخت میسر می شود. می شنوید که حال خانواده هایتان خوب است، اما جنگ تازه آغاز شده. جنگ تحمیلی به یک ملت تازه از انقلاب گذشته. فکر می کنید باید انتقام را در زمین مسابقه گرفت، ولی در این شرایط تونسته باشن اون سهمی رو که به هر حال اینجا دست ما کوتاه هست و بچه ها فعالیت دیگه ای نمیتونن داشته باشن رو
به انجام برسونن و شما رو راضی بکنن. عبداللهی میگیره برای کنتون و فرصت بود که اونگ بزنه ناصر. پس کره شمالی رو هم میبرید تا به کویت برسید. کویتی که از داور سنگاپوری تحت امر تا تماشاگرانش همه میخواهند ایران از سر راه برداشته شود. قدرت مطلق دو دهه فوتبال آسیا. شما مستعصلید، تو مستعصل‌تر. نمیتوانی تیم را جمع کنی. خانه در آتش است و شما اینجا زیر آتش تبلیغاتی که میگوید صدام حسین تا چند روز دیگر ایران را خواهد گرفت. سوت پایان که زده میشود، شوت دقیقه پایانی حسین فرکی هم بیفایده بوده. تو دو گل خورده ای و ایران از چهارمین فینال پیاپیش محروم شد. گل اول ما شکل میگیره، منتها فرصت دستکشهایت را از دست در میآوری و حتی لحظه ای هم از ذهنت نمیگذرد که این آخرین بار است. آخرین باری که این دستکشها را به دست خواهی کرد. به تهران که بازگردی، عجیب ترین قانون تاریخ فوتبال انتظارت را میکشد. مصطفی داوودی، رئیس سازمان تربیت بدنی دولت محمد علی رجایی، در دوم اردیبهشت 1361 طرحی را مصوب کرده که در آن بازیکنان بالای 27 سال از بازی در تیم ملی منع می شوند. همه آنها که ستاره به حساب می آمدند. مصطفی داوودی بچه محل ما بود. یه مقدار وقتی اومد شد رئیس سازمان تربیت بدنی، یه طرحی در آورد که 27 سال به بالا نمیتونن بازی کنن. یعنی در دوره‌ای که ناصر خان در اوج آمادگی بود به عنوان سنگربار تیم ملی، واقعا نمیدونم تحت تأثیر یه سری غرض و مرض شخصی، جهالتی که اون دوره یه عده در حوزه ورزش گرفتارش بودن، تیم ملی ما از نعمت وجود یک سنگربانی که بی تردید بزرگترین سنگربان تاریخ فوتبال آسیا تا این لحظه است محروم شد. ناصر جزیری در 27 سالگی در واقع با طرح مذبذب در واقع طرح 27 سالا کنار گذاشتن، بلکه می‌خواستن ناصر حجازی رو کنار می‌ذارن. نمی‌خواستن این طرح رو پیاده کنن. طرح در واقع خیلی راحت شکست خورد. می‌گویند بزرگترین قربانی این طرح حجازی است. تو ناصر حجازی در بهترین روزهای بازیت، درست در آستانه پیوستن به مهمترین باشگاه‌های جهان، تو را کنار می‌گذارند، اما خم به ابرو نمی‌آوری تا حداقل باشگاه خودت را حفظ کنی. تاج استقلال می‌شود و تو رهبر گروهی که می‌خواهند آبی‌های پایتخت منحل نشود. چه اهمیتی دارد که عمر بازی تو در تیم ملی فقط کمی بیش از یک دهه باشد؟ در تمام سال‌های بعد آسیا تو را به عنوان آخرین مرد مقاوم سنگر ایران از یاد نخواهد برد. سالها بعد تو را دومین دروازه‌بان قرن آسیا می‌نامند. اولین کسی که در ایران محوطه تحت تسلط دروازه‌بان را از 6 قدم به 18 قدم گسترش داد. حالا جلوی دروازه خیلی بچه‌ای گلش شده و خوب فوتبال می‌کنه. به اون جهت می‌کشونم. پیوندکه گفت و توی دفعه آخر کسی که دروازه‌بانی را از یک کار فیزیکی به یک هنر تبدیل کرد. به ترکیبی از هنر و هوش. تو ناصر حجازی ماندی. تو افسانه میشوی. تو ناصر حجازی است. یه دور میزنه، روی دروازه سانت میکنه، فرصت برای مایلی کهن، کوتاه و زمینی، دو پای حجازی برخورد میکنه و در آستانه وارد شدن توی دروازه استقلال بود ضربه فتح‌آبادی که ناصر حجازی با عکس‌العمل خوبی که نشون میده توپو به کره میپاسه. همه توی زمین استقلال هستن به جز پنجلی. دسترس توپو دور میکنه، عربشایی میسازه برای درخشان، عبادزاده، فرصت برای فتح‌آبادی و باز ناصر حجازی هست که با عکس‌العمل عالی توپشو دفع میکنه. توی زمین ایران با هم خوب کار میکنن، خارجی میشون عالیه و جلوی دروازه و این ناصر حجازی هستش که میاد و راهی توپو میبازه به چسس که میزنن به روزها روم دروازه ایران جلوی موازه شش قدم میدم که بروشه و این ناصر حجازی که این گلو میخره. ناصر ما دق کرد، تموم شد و رفت.
من ناصر حجازی هستم، زاده آذر 1328 در خیابان آریانای تهران. پدرم بچه تبریز بود و مادرم متولد یکی از روستاهای اطراف خرمدره و ابهر. تک برادر و چهار خواهرم هیچ کدوم علاقه به ورزش نداشتن، اما من بازیگوش‌ترینشون بودم. پدرم توی تهران یه آژانس املاک داشت، اما تابستونای کودکیم همه در روستای حوالی خرمدره و ابهر پیش خواهرم گذشت. یه جای سرسبز و خوش آب و هوا. صبح ساعت 6 و 7 از خواب بیدار می شدم. 100 تا گوسفند به هم می دادن و بعد من بودم و بیابون. من بودم و چوپانی دنبال گوسفندای سر به هوایی که به خط کردنشون کم از دشوارترین کارهایی که سالهای بعد در زندگیم کردم نداشت. بازیگوش بودم و میلم به ماجراجویی رو اون سالا اینجوری جواب می دادم. در بازگشت به تهران این میل تبدیل می شد به ساختن بادبادک یا بازی با تیرکمون. به بادبادک درست کردن علاقه بیشتری داشتم، چون دوست داشتم خودم چیزی رو که توی دستام می گیرم ساخته باشم. مغازه پدر آقای حجازی بود که قبلا معاملات املاک بود، پاتوق نبود، یعنی نمیذاشت پدرش دور هم جمع بشه. پدر بین من و برادر بزرگترم خیلی فرق میذاشت. همراه تفریح و مسافرتاش همیشه برادرم بود و هیچ وقت به من نمیگفت تو هم با ما بیا. هر وقت هم به پدرم میگفتم چرا منو با خودت نمیبری، میگفت تو با بازی گوشیات آبرومو میبری. یه بار که به خونه اومد و برادرم رو سوار ماشین کرد تا با هم به مسافرت برن، من هم دنبال ماشین دویدم و داد زدم منم ببر، منم میخوام با شما بیام. اونا بدون توجه به من راه افتادن و منم دنبال ماشین میدویدم و گریه میکردم. پدرم وایساد تا من بگه که به خونه برگردم. منم وسط اون گریه کودکانه سر پدر و برادرم فریاد کشیدم که عیبی نداره، منو با خودتون نبرین، ولی مطمئن باشین یه روزی تمام دنیا رو با پای خودم میرم. صبر کنین و ببینین چه کارایی میکنه. اون روز آخر دهه 30 ناصر 7-8 ساله به خودش قول داد جهانو با پای خودش بگرده. چشم که باز کردم پسرکی بودم که همه زندگی شده بود فوتبال و تیر و کمون بازی و بادبادک هوا کردن. به درسام نمی رسیدم و بچه درس خونی هم نبودم و اولین شکست زندگیم همون روزا بود، وقتی کارنامه کلاس سومم نشون داد که رفوزه شدم. من ولی هدفم چیز دیگه ای بود. طوری که خب همیشه صحبت میکرد میگفتش که من دو بار تا حالا رد شدم، خیلی جالب بود برای من. کم کم همه زندگیم شد ورزش. رد شدن تو ششم ابتدایی و ششم دبیرستان دیگه شکستای بزرگی محسوب نمیشد. من به خودم قول داده بودم که پیروز نهایی خودم باشم. درست عین آتیلا، همون قهرمانی که بابت تماشای پیروزی‌هاش شبای زیادی از مادر تو خونه برای سینما رفتن‌های بی اجازه کتک خورده بودم. اونقدر آتیلا رو دوست داشتم که با خودم قرار گذاشتم وقتی پسردار شدم اسمشو بذارم آتیلا. یک روز صبح ساعت 6 بود که تلفن اتاق زنگ خورد. البته ما خسته بودیم، چی تا ساعت 9 و 10 می‌خوابیدیم. ما با ناراحت با شما از آدم مزاحم برای شما الو خود چه ساعتی زنگ میدید؟ گفت که آقای رشتی من نازی هستم. گفتم سلام نازی خانم ببخشید. گفت که ناصر. گفتم خب خواب دیگه. گفت که بهش بگو آتیلا اومد. جیغ میکشید که ناصر بیا آتیلا داره میاد. فوتبال اون اوایل فقط تفریح بود. عاشق بسکتبال بودم و خیلی زود برای تیم جوانان بسکتبال ایران هم انتخاب شدم. اما ماجرای فوتبال روزی شروع شد که با دوستام رفتیم تماشای بازی در آموزشگاهی که تیم مدرسه ما هم اونجا بازی داشت. در صورت من ورزش اولم بسکت و بعد والیبال بود و اصلا به فوتبال فکر نمی کردم. ولی در یک زمانی که استاد خودم آقای دستگاه بود، تیم دروازه‌بان نداشت، به من گفتن که شما چون بسکت بازی میکردی میتونی تو دروازه هم وایسی، بتونی توپای حداقل هوایی رو بگیری. در صورت در اون بازی من برای اول مرتبه در دورون دروازه دبیرستان خودم وایسادم که بازی قابل قبولی رو انجام دادم و معلم ورزش ما آقای دستگاه هم پسندید
و منو واقعا تشویق کرد. مشوق اصلی من آقای دستگاه بود که وارد فوتبال شدم و پست دروازه‌بانی رو انتخاب کردم. بازی که تموم شد همه تماشاگران که برای دیدن بازی اومده بودن اسم منو تشویق میکردن. اولین باری بود که فریاد ناصر حجازی گفتن دیگران توی گوشم پیچی. اولین باری بود که مطمئن شدم جواب اون حرفای پدر رو، جواب قولی رو که به خودم داده بودم، میتونم با فوتبال بدم. من قرار بود با فوتبال جهان رو زیر پا بذارم. من قرار بود ناصر حجازی یک ملت باشم. میخواستن تاج منحل کنن. من، منصور پور حیدری، عباس کردنوری و یکی دو نفر دیگه دور هم جمع شدیم و نذاشتیم که تیم متلاشی بشه. اون روزا باشگاهی نداشتیم. باشگاهی ما توی خیابونا بود. یه جا قرار میذاشتیم و دور هم جمع میشدیم و جلساتمون این شکلی برگزار میشد. چند تایی از بچه های قبلی رو جمع کردیم و برای برگزاری بازی های دوستانه به شهرستان ها میرفتیم. با همین کار تیم رو شکل دادیم و از انحلال باشگاهی که حالا نامش استقلال بود جلوگیری کردیم. ناصر حجازی و محمود معمار کاپیتان های استقلال و سعدآباد. بازی اول ما با تیم سعدآباد بود که این تیم رو با نتیجه 5-1 شکست دادیم. در همون بازی برای اولین بار شاهین بیانی رو که دفاع راست بود در دفاع آخر گذاشتم و خوب جواب داد. بیانی برای مختاری فر، او برای شاروخ بیانی، مظلومی برای چنگیز داخل محوطه و ضربه یار هفت شاروخ بیانی باباجویی رو خالی داره. او ترجیح میده که به جمشید آبیاری. در بازی دوم مسافه تیم سرباز رفتیم که بازیکنانشون فرزان نیا و فنی میزاده داشت. تیم گردن کلوفتی بود اما اونا رو هم 3-0 بردیم. یکی دو سال بعد پوریدری از امارات برگشت. گاهی وقتا میومد از دور تمرینات ما رو نگاه میکرد یا وقت بازی های رسمی میرفت روی سکو میشست. خجالت میکشیدم که پور حیدری از بالا نگاه کنه و من به عنوان مربی کار کنم. رفتم و با اون گفتم حالا که شما اومدی بیا اون مربی تیم باش. منم کاری به مربیگری ندارم، میخوام فقط دروازه‌بان باشم. پور حیدری اومد و این گونه در اون بازی حساس سال 62 مربی استقلال. منم در کنارش کار میکردم. در اون بازی با پرسپولیس برای اولین بار بود که این همه تماشاچی به ورزشگاه آزادی اومده بودن. حتی روی پروژکتورهای ورزشگاه، حتی لب خط طولی زمین پر از جمعیت. پنج دقیقه از مسابقه رو پشت سر میگذاریم. بدون گل استقلال و پرسپولیس مساوی هستن. فتح‌آبادی برای پروین، کنترل از پروین برای ناصر محمدخانی و کرنر. حالا میفرسته و ناصر حجازی بالاتر از همه توپ رو صاحب میشه. در تاریخ فوتبال ایران چنین روزی تکرار نخواهد شد. بازی رو برای دقایقی قطع کردن و از من علی پروین خواستن از بلندگوی ورزشگاه با تماشاگران صحبت کنیم و از تماشاگرانی که روی پروژکتورها و دیوارهای اطراف ورزشگاه نشسته بودن بخوایم اونجا رو ترک کنن.
تاریک شده بود و باید نور افکن ها روشن میشد. خواهش میکنم که بگن علت چی است که آقای خوشخان نگه داشته؟ نور کافی نیست برای بازی کنم. این علت چون تماشاگران رو چیز نشسته هر رو پیروه ها امکان خطر هست برای این اتفاق باید بیان پایی تا بازی رو ادامه دارم. نور کافی نیست برای بازی کنم. خیلی متشکرم. حدث ما درست بود. آقای خوشخان مترصد این مسئله هست. اجبارمون کردن که صحبت کنیم که آقا مردم حواستون باشه. تو یه بازی اون که باختیم تو لب خط نشسته بودن. اون بازی یکی از بهترین بازی‌های تاریخ فوتبال استقلال. بچه‌ها هم سوار بر بازی بودن و هم پیروز میدان شدن. مظلومی گل مار زد. گل اول استقلال از ضربه پرویز مظلومی شکل میگیره و حساب رو یکیش به سود استقلال میکنه. عباس کردنوری که در روند تصمیم‌گیری‌های اولیه بر سر بقا سرپرست تیم شد، می‌خواست همه کاره باشگاه بزرگی مثل استقلال بشه و حرف اول رو بزنه. با هم به اختلاف خوردیم. و این اختلاف تا روزی که رفت و علیه من توطئه کرد تا در سال 65 بعد از بازی استقلال پرسپولیس من رو از استقلال بیرون کنن ادامه پیدا کرد. روزی که بازی رو 3-0 باختیم. روزی که من اصلاً رویه خوبی نداشتم. قبل از بازی اعصابم به هم ریختن و بعد همون بازی از تیم خودم هم کنارم گذاشتم. جنگل های لویزو نزدیک خونه ما بوده. یادم تنهایی میرفت اونجا تمرین میکرد. میرفت میدوید و خیلی الان قشنگ صحنه‌اش یادمه که من بعضی موقع باهاش میرفتم فقط نگاه میکردم. تمرین میکرد میدوید اینا تا اینکه بعداً تصمیم گرفت که از طریق یه رابطی بره کشور هندوستان. خلاصه دیگه بارو بندیلش بس اون موقع یه دونه پیکانه سبز رنگ داشت خیلی هم دوستش داشت. پیکان سبز فروخت و دیگه پول بلیط داد و اینا رفت. حدود 500 دلار تهیه کردم و با خودم فکر کردم که به خارج از کشور برم. 35 سالم بود. شنیده بودم که در هندوستان پول خوبی به فوتبالیستا میدن. فکر میکردم چون هند یه کشور آسیاییه اونجا من خوب میشناسن و میتونم خودم مطرح کنم. هند سخت‌تر از انتظارم بود. با غلام رضا برهان‌زاده که پیشنهاد هند از سوی اون مطرح شده بود، صبح که از خواب بیدار می‌شدیم و موتورایی که مسافرکشی می‌کردن می‌رفتیم این طرف اون طرف دنبال تیم می‌گشتیم. یه سری هم مدارک با خودم برده بودم تا به مسئولان تیمایی که با اونا صحبت می‌کنیم نشون بدم. عکسای جام جهانی، عنوانایی که داشتم، عکسایی که در ریو دو ژانیرو و بازی‌های مهم از من گرفته بودن، چند روزنامه خارجی قبل از انقلابم که از من تعریف کرده بودن میان این مدارک بود. کم کم داشت پولم تمام میشد. تو مسافرخونه توی اتاق کثیف میخوابیدیم که به جز من و برهان زاده دو نفر دیگه هم اونجا بودن. به من گفت یه دونه جا به هم داده بودن از طریق باشگاه مثلا با من تست رفته بود اونجا. یه حالت تست بده یه زیرزمینی بهش داده بودن. گفت زیرزمین مثلا 15 تا 20 تا پله میخواد زیر زمین در یک محیط خیلی کثیف که پر حشرات و سوسک و مارمولک و گفت اینا من به هر حال تحمل میکردم دیگه. گفتم من به هر حال برای یه هدفی اومدم اینجا باید به موفقیت برسم. تمریناتمو در هند با تیم محمدان کلکته شروع کردم. از سر اتفاق و شناخته شدنم توسط مهاجم تیم ملی هند که روزگاری مقابلم بازی کرده بود. هیچ چیز مطابق پیشبینیام نبود. نه پول خوبی در کار بود و نه شرایط مناسب زندگی. خانواده‌ام در تهران چشم انتظار بودن. به تهران برگشتم. اما تو خونه کاری برای من نبود. من ناصر حجازی نمیخواستم به هند برگردم، اما همسرم که شرایط این گونه دید خودش به رئیس باشگاه محمدان هند زنگ زد و اونا گفتن منو میخوان. دست تقدیر بود که منو دوباره به هند کشوند و از اونجا به بنگلادش. این بار خدا کمکم کرد و راه پیشرفت دوباره باز شد. به فرودگاه داکار که رسیدم دیدم 3 نفر ایستادن و تابلویی هم در دستشونه که روی اون به انگلیسی نوشته شده حجازی. با اون 3 نفر به باشگاه محمدان رفتم و در بدل ورود حدود 30 خبرنگار عکاس دورم کردن و شروع کردن به سوال پرسیدن. منم از همه چیز برای اونا گفتم که در جام جهانی بودم، تو المپیک بازی کردم، قهرمان آسیا شدم و حالا جایی در کشورم ندارم. مربی هندی محمدان با حضور من خودشو کنار کشید و از مدیر تیم خواست من سرمربی تیم باشم و اون کمک من. همون روز اول شدم مربی تیم. بازی‌ها رو شروع کردیم و یکی یکی تیم‌ها رو بردیم. دیگه یواش یواش گفت پس بذار من از ایرانم چند تا بازیکن ببرم که آقای مرتضی یکر رو برد، آقای بیژن تاهیدی رو برد. دوستای مشترکمون گفتن که با منزل ناصرخان تماس بگیرم.
منم تماس گرفتم، همسر ایشون گفتن که به سفارت بنگلادش برم تا ویزا بگیرم. بعد از ویزا بلافاصله بلیط رفتن به داکا. مرتضی یکر رو به عنوان یار کمکی از ایران به بنگلادش بردم تا توان هجومیمون بیشتر بشه. خیلی قبل‌تر به مدیران محمدان گفته بودم که من از ایران بیرون کردن و بازی خدافظی هم برام نذاشتن و به من اجازه بازی ندادن. در روز بازی با رقیب اصلیمون یعنی ابوهانی، اونا گفتن ما میخوایم در اینجا از تو قدردانی کنیم و کاری رو که باید در مملکت خودت انجام میشد ما انجام میدیم. یادمه که تیم محمدان فقط باید بازی آخر رو میبرد که قهرمان بنگلادش بشه. حدود 70,000 تماشاگر در ورزشگاه بودن و نصف بیشترشون طرفداران محمدان. 15 دقیقه از نیمه دوم گذشته بود که دروازه‌بانمون مصدوم شد. رئیس باشگاه به من گفت خودت برو داخل دروازه وایسا. تیم مقابلمون 3 بازیکن عراقی داشت که یکی از اونها کاپیتان تیم ملی عراق. وارد زمین که شدم همه تشویقم کردن. اون بازی رو 3-2 بردیم. دو سه توپ عالی هم گرفتم. بعد از بازی مردم ریختن داخل زمین و فریاد می‌زدن حجازی آی لوف یو. گفتم خدایا چقدر تو بزرگی، ببین چه کردی که من دوباره سربلند شدم. من روی دوش تماشاگران از استادیوم به داخل خیابونا و کوچه ها برده می شدم و کسی حاضر نبود در اون شب خداحافظی من از چمن سبز من رو از سر دست پایین بیارن. تو بنگلادش خیلی دوستش داشتم، وزیر و وکیل و حتی رئیس جمهور وقت بنگلادش محمد ارشاد عاشق ناصر اجازی بود. سال بعد در جام باشگاهی آسیا به پرسپولیس خوردیم. داخل زمین با گل کرمانی 1-0 از ما جلو افتادن. اما در نیمه دوم وقتی توی رختکن حسابی به بچه‌ها توپیده بودم، اواسط نیمه دوم بازی بیژن تاری یه گل زد و نتیجه مساوی شد. ما فشار آوردیم روی ضربه کرنر، من رو سر پنجلی و مرتضی فنونی‌زاده با سر زدم تو گل. بازی طوری شده بود که مرتضی فنونی‌زاده به پرسپولیسیان میگه بچه‌ها بزنید زیرش 1-1 ما میریم بالا. دقیقه 85 ما گل برتری رو زدیم و بازی 2-1 تموم شد. 7-8 دقیقه مونده بود که ما فشار رو یه خورده مضاعف کردیم ولی فایده نکرد و بازی همون نتیجه 2-1 تموم شد. چه جشنی گرفتن. تا اون روز این بهترین نتیجه تاریخ بنگلادش بود. یه خاطره خوب دارم از این بازی، دیدم ناصر خان رو دست گرفتن میندازن بالا پایین. ما رفتیم منزل و بعد شب رفتم پیش آقای حجازی که ببینم اومده. دیدم بله اومده، حالش هم خوبه ولی همچین خوشحالی که ما داریم و نداره. یه جوری همچین تو هم ای. پیش خودم میگفتم ما امروز همچین بازی رو بردیم. بعد مثلا ناصر خان خوشحال نیست مثلا پرسپولیس بردیم. گفت راستشو بخوای نه. برای خودم خوشحالم که موفق بودیم تو این کشور رو، ولی برای اینکه ایران بیاد مثلا به بنگلادش بگذره نه، واقعیتش خوشحال نیست. 3 دوره از 4 سال بعدی هم رفتیم جزو 8 تیم آسیا. با استقلال 1-1 کردیم. ببینیم به چه شکل مجید نامجو مطلق این تور رو ارسال خواهد کرد. حسنزاده هم جلو اومده، رضا حسنزاده، صمد مرفابی، عباس سرخاب. یکی از قوی ترین تیمای تاریخ استقلال، همونی که قهرمان آسیا شد. جایی رفته بود که اصلا پولی نداشت همراه خودش، یعنی اصلا لازم مالی در کمترین حد خودش بودش. فکر کنم اصلا پولی نداشت، شاید در حد 300-400 نهایت 500 دلار اون موقع بری. و همیشه برای من تعریف میکنم چون پول نداشتم آب میخوردم و موز فقط میخوردم، چون موز اونجا فراوون بودش، تغذیه من فقط میوه بودش. حالا دیگه نمیتونستم در ایران نادیدم بگیرم. من میخواستم کار رسمی مربیگری رو در ایران شروع کنم و برای همین اولین پیشنهادی که از سوی شهرداری کرمان داشتم قبول کردم. کرمان اسمی نداشت اما بچهای مستعدی داشت. نتایج خیلی خوبی هم گرفتیم و باید صعود میکردیم، اما فدراسیون به سپاهان 3 امتیاز بیدلیل داد و اونا به جای ما صعود کردن. میخواستم بمونم و کارو تموم کنم اما مدیرعامل باشگاه بانک تجارت پیشنهاد داد که به تهران برگردم. به دفتر کارش که رفتم اون گفت هر چی بخوای به تو میدیم و بعد یه چک سفید امضا کرد و به من داد. چکو به اون برگردوندم و گفتم خودتون بنویسید. اون نوشت و همونطوری گذاشتم توی جیبم. توی آسانسور که نگاه کردم دیدم رقم 2 برابر دستمزدم در کرمان نوشته. با بانک تجارت قهرمان تهران شدم. با علی دایی که در تیم پرویز مظلومی دیدمش و گفتم اونو میخوام. پرویز گفت تکنیک نداره ها. گفتم نه خوب میشه. علی دایی در همون 6 ماه اول گلای زیادی زد و رفت تیم ملی. علی دایی بهترین گلزن مسابقات باشگاه تهران و مهاجم تیم تجارت
اما بانک تجارت هم دولت مستعجل بود. رؤسا عوض شدن و تازه واردان ورزش نمیخواستن. به سپاهان رفتم و تیمو در لیگ 24 تایی جزو 12 تیم برتر لیگ بعد نگه داشتم. حالا میزنه. در نیمه دوم که معروف هست به نیمه مربیان، میتونه گل خورده رو جبران کنه تیم سپاهان که ناصر حجازی رو به عنوان مربی داره، یا اینکه عباس موسیوند جوان برنامه دیگری رو اجرا میکنه. در همین آغاز کار توی دروازه، بله، در همین آغاز بازی، در حالی که کمتر از 20 ثانیه کمتر از 20 ثانیه از وقت بازی گذشته بود، یک تهاجم گسترده و علی بهزادی توپ رو در درون دروازه تیم تجارت قرار داد. از اصفهان به تبریز رفتم. با مدیران ماشین سازی توافق کردم که اگر بحث مربیگری در استقلال یا یه تیم خارجی پیش اومد منو آزاد کنن و اونا هم قول مردونه دادن. روزی که بحث استقلال به میون اومد همه پولشون رو با 1,000,000 اضافه تر پس دادم تا به تهران برگردم. روزهای خوبی با ماشین سازی داشتیم. بازیای به یاد ماندنی زیادی هم کردیم. خیلی اون تیم فراموش نخواهند کرد. باشگاه استقلال تقریبا هیچی نداشت. تیمی رو تحویل گرفتیم که به قول فتح‌الله زاده همش در سمت عقبی پیکان بود. اما من در سالهای سختی یاد گرفته بودم که چطوری باید تیم خودم رو احیا کنم. با تمام وجودش استقلالی بود، چون استقلال خانه خودش میدونست برای شرط و شروط نمیگذاشت، با کمترین ها میساخت. از کارنامه‌ام در استقلال راضیم، نتایج خوبی هم گرفتم با تیمی که نه آهی در بساط داشت و نه بازیکنی چندان سرشناس. یه قهرمانی و یه نایب قهرمانی در لیگ دست آوردم و نایب قهرمان آسیا شدم. حالا در خانه‌ام بودم. استقلال. یه لحظه نومی رو میوم صدرته یه پاس بدن یارو رو در بدن استقلال بی ناصر نمیخوایم، نمیخوایم. فقط یک سال زمان لازم است تا تو تیمی را که در صندوق عقب یک پیکان تحویل گرفته ای دوباره بر عرش بنشانی. در پایان لیگ 399 روزه، لیگی که کم از یک ماراتون ندارد، آغاز بهار سال 1376، پایان تابستان سال 1377. استقلالی را که به تو میدهند نشانی از آبی‌های پرقدرت ابتدای دهه 70 ندارد. آبی‌ها پس از 7 سال بالاخره به رقیب دیرینشان باختند. بازیکن‌ها پا به سن گذاشتند و هنوز ستون‌های تیم صادق برمزیار، بهزاد غلامپور، عبدالصمد مرفاوی، بهروز پرورشخواه، ادموند اختر و امیر قلعه نویند. اما تو ایده‌های نوعی در سر داری. می‌گویی استقلال را از نو می سازند. آبی ها پوست می اندازند. امیر قلعه نوعی را از درون زمین روی نیمکت می آورید. او با فوتبال خداحافظی می کند تا در کنار تو بنشیند. نمی دانی. یار آن روز، رقیب سالهای بعد. تیم را جوان می کنی. فرهاد مجیدی، علیرضا اکبرپور، سرجیک تیموریان، فرد ملکیان، پرویز برومند. استقلال چهره عوض می‌کند.
در پایان فصل استقلال تو با 17 برد 10 مساوی و فقط 2 باخت جام قهرمانی دوره هفتم لیگ آزادگان را از آن خود می‌کند. این تنها افتخارت نیست. روزنامه‌ها در طول فصل بارها و بارها تیتر می‌زنند: استقلال و حجازی به رکورد شکنی ادامه میدن. و رکوردی هم که ما باشون داریم 32 بازی نباخته خیلی برای ما مهمه. تا حالا همچین رکوردی دیگه تکرار نشده. تکرار نشدنیه مثل خودش. تنها چند روز بعد در 13 مرداد 77 با 5 گل تراکتور سازی را بدرقی می‌کنه. جشن زوده هنگام قهرمانی گرفته می‌شه. وعده های تو زودتر از آنچه فکرش را می‌کردند به ثمر می‌نشیند. هواداران میخوانند استقلال میره آسیا خدا به همراهش. قلعه نوعی را کنار میگذارید. رؤیاهای تو برای استقلال هر روز بزرگتر میشوند. ابعاد حضور تو دست نیافتنی به نظر میرسد. حالا طرفداران آبی ستاره سوم روی پیراهنشان را از تو طلب میکنند. همانهایی را که دربارهشان نوشتند یک لشکر استقلالی پشت سر حجازی. تمرینهای تیمت در مرغوب کار از بازی‌های رسمی سایر تیم‌های لیگ پر تماشاگرتر است. هیچ وقت ندیده بودم واسه تمرین مثلا اینقدر تماشاگر بیاد. کم کم ما هر روز تمرین داشتیم 2-3 هزار نفر فکر کنم می اومدن، شاید هم بیشتر. همه اونایی که می اومدن اینجا طرفدارای ناصرخان بودن. به عشق ناصرخان می اومدن چون دوستش داشتن. کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌نویسد حجازی توانسته است هم به عنوان مربی و هم در مقام بازیکن استقلال را به مقام قهرمانی لیگ باشگاه‌های ایران برساند. تو که هم در لباس بازیکن و هم در کسوت سرمربی جام را بالای سر خود برده‌ای. آن روزها جام تخت جمشید را، امروز جام آزادگان را. روزهای خوش پیش روست. در چنین روزهایی پا به کارزار آسیا می‌گذاری. نیروی هوایی عراق قدم اول است. مجوز ورود به مرحله گروهی. بازی بغداد مساوی می‌شود و در تهران عراقی‌ها را راحت کنار می‌گذارید. حالا تا اسفند ماه زمان باقی است. وقت مقابله با الهلال و العین در خاک عراق. همه فکر می‌کنند غریبه ترکمنستانی گروه را راحت می‌بری و از عرب‌ها رندان امتیاز خواهی گرفت تا صعود کنی. تو تیمت اما کار را در همان دو بازی اول مقابل خود عربستان و امارات یکسره می‌کنید. تیمت حتی یک نیمه 10 نفره مقابل الهلال بازی می کند. اما شما آمده اید تا انتقام آن شکست دردناک سال قبل در پنالتی ها را بگیرید. نوازی خوب زد و توی دروازه. این بار دست داور رو دیدم. گل گل دیگه. این بار با خیال راحت میگیم گل. و اینم علیرضا اکبرپور یار تازه واردی که آمد و نشون داد حجازی چه تشخیص درستی داشت از با. بعد از این دو بازی درباره تان می نویسند آسیا فوتبال مدرن استقلال و حجازی را ستود. استقلال به جمع 4 تیم نیمه نهایی رسیده. اردیبهشت 78، اردیبهشت نحس 78. نحسیش هنوز خود را به رخ تو و آبی ها نکشیده، نه حداقل در بازی اول. دالیان چین سخت جانتر از آنی است که تو استادیوم لبریز از تماشاگر آزادی انتظارش را دارید. 8 اردیبهشت ماه 78. 2 گل اول را میزنید. محمود فکری و علی موسوی. مطمئنید همون بلایی را که سر اعراب آورده اید سر چشم بالومی ها هم خواهید آورد. این کاران خودست را راه نمایی میکنه. مربی تیم استقلال. همراه با تیم استقلال سابق رهنمان باشگاه‌های آسیا هم شده. مگر می شود تیم حجازی قهرمان آسیا نشود؟ مگر این همان تیم بی شکست و تازه نفس فوتبال ایران نیست؟
مگر حجازی همانی نیست که قبل از استقلال شانس اول نشستن روی نیمکت تیم ملی بود، اما از گلدان فدراسیون مصطفی نام مایلی کهن درآمد. در حق ناصر خان اجحاف شد که به تیم ملی دعوت نشد. حق ناصر خان بود که سرمربی تیم ملی ایران بشه. دالیان سه گل میزند از دقیقه 60 تا 75. آزادی در سکوت فرو می‌رود. کسی عادت به بازگشت یک تیم ایرانی به بازی ندارد. ما همیشه یا از اول برنده ایم یا برای باختن بازی میکنیم. از روی نیمکت علیرضا اکبرپور را صدا میزنیم. تو قرار نیست به این راحتی ستاره سوم روی پیراهن استقلال را از دست بده. اکبرپور به زمین میآید. استادیوم دوباره جان میگیرد. استقلال حمله میکند. حمله، حمله، حمله. گل! دقیقه 87، پایان کابوس. استقلال در خانه فینال را از دست نخواهد. هنوز نمی‌دانید که فقط رخداد کابوس را به تعویق انداخته. همه سرمست بازگشت به بازی هستند. در انتظار دقیقه 107، در انتظار گل طلایی علی موسوی، داور در سوتش می‌دمد. توی دروازه، گل، گل، توی دروازه. گل طلایی استقلالی‌ها به ثمر می‌رسه و این تیم راهی فینال جام باشگاه‌های آسیا میشه. فقط یک پله، فقط یک بازی تا ستاره سوم باقی مانده، تا آقایی بر آسیا این بار در کسوت سرمربی، تا اثبات این حقیقت که نیمکت تیم ملی را از تو دزدیدند. اردیبهشت ماه 1378، اردیبهشت نهز 78. قدیمی ها گفتند تیم به وقت پیروزی است که صد صاحب پیدا می کند. هزار مدعی. جلوی بازیکن سالاری می ایستی. پرویز برومند را در فینال کنار خواهی گذاشت. محمد علی یحیوی درون دروازه خواهد ایستاد. ناصر خان می تونست بیاد اون چیزی که یه بعدآموزی به فوتبال ایران یاد بده، ولی این کارو نکرد. از قید موفقیت احتمالی گذشت و یحیوی تو درون دروازه گذاشت. او دو گل روی ضربات سر خواهد خورد. دو گل یکسان. اگر در استادیوم نباشی فکر میکنی انگار صحنه آیسی گل اول دوباره پخش شده. ورزشگاه یاد گرفته که تیم تو به بازی برمیگردد. استقلال سراپا حمله میشود. آبی ها به بازی باز خواهند. در دقیقه 65 سیروس دین محمدی با شوتش نتور دروازه جوبیل و ایواتا که استادیوم آزادی را به لرزه در می آورد. حالا یه شوت توی دروازه، توی دروازه. یه گل قشنگ از سیروس دین محمدی. 25 دقیقه برای زدن گل مساوی زمان کمی نیست. تو تیمت در زمانهای کمتر کارهای بزرگتر کردی. اما تاماکی اوگامی تو را یاد روزهای خوب خودت خواهد انداخت. هرچه میزنی به در بسته میخورد. او خود کابوس است. کابوس آزاد. کابوس دهم اردیبهشت. 90 دقیقه تمام میشد. ژاپنی ها جام را مقابل چشمان بهت زده 100,000 تماشاچی آزادی بالای سر میبرند. تو میگویی هیچ تیم ایرانی تا 10 سال دیگر رنگ فینال آسیا را به خود نخواهد دید. پیشگوییت محقق می شود. 10 سال بعد این سپاهان است که سرانجام حسرت ایرانیان را برای رسیدن به فینال آسیا تبدیل به واقعیت می کند. من حالا یه سی بهتون بگم که من واقعا اون فیلم بازی رو اگر بذاریم ببینین الان بازی فوتبال نبوده. واقعا مثل یه بازی بسکتبال بود. یعنی ما ویسی 21-18 اینها رو می بردیم. یعنی انقدر موقعیت گل هم اونا رو دروازه ما داشتن هم ما رو دروازه اونا داشتیم. آن روز عشق می‌ریزی. تو باور نمی‌کنی که این همه هوادار پس از شکست همه نامت را صدا بزنند. تو حسرت از دست دادن بهترین بازیکنانت را در میانه فصل می‌خوری. زمانی که مدیران فکر می‌کنند حالا که حجازی هست با دست خالی هم می‌شود قهرمان آسیا و ایران شد. پس علیرضا منصوریان، مهدی پاشازاده، سرژیک تیموریان و داریوش یزدانی را می‌فروشند.
چون حجازی را روی نیمکت دارند. در اون فصل ما ایش چهارتا یه دفعه کشیدیم بیرون دادیم به لورکوزن آلمان. شما برین تاریخ مکتوب ایران رو پیدا کنین. ببین یک جایی به مربی گفته که من این بازیکن‌ها رو چرا بردی آجا؟ نیمکتی که ناراضیانش قصد زمین زدن تو رو کردند. پس از دو فصل رویایی حالا وقت تقسیم غنایم رسیده. تقسیم غنایم پیش از موعد. انگار اردیبهشت ماه نحس 78 را پایانی نیست. تو نمیدانی که فقط 9 روز دیگر روی نیمکت استقلال خواهی نشست. حضور ناصر اجازی روی نیمکت باعث شد که خیلی ها دنبال اون دشمنی باهاش باشن و بتونن یه ضربه ای رو بهش وارد کنن و همش میگفتن نه تیم استقلال باید قهرمان میشده. ما میگفتیم شما خودتون میگفتی این تیم هیچ امیدی بهش نیست. بعد چطور الان میگین تیم باید قهرمان بشه؟ من فهم کنم به خاطر خصومت هایی بود که به ناصر اجازی بودش. ساعت 4 بعد از ظهر 19 اردیبهشت ماه 1378 ورزشگاه آزادی تهران. هفته 26 لیگ آزادگان. تیم باید عزمش را جزم کرده باشد تا زخم از دست دادن قهرمانی آسیران را با قهرمانی در ایران ترمیم کند. گل اول را علی موسوی می زند. دقیقه 13. 12 دقیقه بعد سایپا پاسخ می دهد. مجید سالک دروازه پرویز برومندی را که به او یک شانس دوباره داده ای باز میکند. اما این هم پایان کار نیست. دقیقه 35 موسوی دوباره گلزنی می کند. استقلال نیمه اول را پیروز برخت کن می رود. سکوها نام حجازی را فریاد می زنند. نیمه دوم احمد ابهران خیال استقلالی ها را راحت می کند. پنالتی و گل سیروستین محمدی. وقت نگه داشتن نتیجه است. در این هفته های پایانی نمی توان ریسک کرد. بسقر حاجیلو می گویی لب خط برود و به جواد زنیچه بگوید برگردد عقب و در دفاع آخر بازی کند. کاپیتان سرباز می زند. می گوید به حجازی بگو من همینجا بازی می کنم. نمی خواهد تعویزم کند. ولی تو هم حین بازی بازیکنایی بودن که صحبت های حجازی رو گوش نمی کردن. یه جا به جایی قرار بود توی زمین انجام بشه که حالا توسط اون بازیکن اون جا به جایی انجام نشد. ولی شکی درش نیست. یک تیمی که یهو یه همچه اتفاقی براش می افته عادی نیست. به نظر من خیلی عادی نیست. نمیخوایی همین وسط بازی بحران بسازی. تصمیم دیگر میگیری. تعویض‌های تدافعی میخوایی نوازی و موسوی را بیرون بکشی که صفدر یوسفو روی اشتباه مدافعان و برومند گل دوم را میزند. تعویض‌ها انجام میشوند. حالا سایپا بازی را در دست گرفت. بهنام ابوالقاسم پور میانه داری میکند. ستاره زمین میشود. برومند گل میخورد. بازی مساوی شده. از دست دادن این دو امتیاز برای تیم در کوست قهرمانی حکم مرگ را دارد. فرد ملکیان را به زمین می‌فرستی. حمله با 3 مهره تهاجمی. فرد و هاشم حیدری در نوک و پشت سرشان فرهاد مجیدی. به تیم دستور حمله می‌دهی. اما حادثه گل سوم چند دقیقه بعد تکرار می‌شود. بهنام ابوالقاسم پور و پرویز برومند. گل چهارم. من اولین بازی بود که یعنی واقعا اشکم تو استادیوم در اومد. اصلا هیچ جوری نمیتونستم حذف کنم. بازی 3-1 برده و نیمه دوم اونورم نشسته بودم. من اینو هرچی گلا رو اصلا نمیتونستم گلا رو نگاه کنم. اصلا انگار برام مثل روز روشن بود که تیمو وا دادن دارن میخوان ناصر خان رو بزنن زمین. بازی 3-1 برده را 4-3 باختی. تیم از هم پاشیده. فریادهای تو از روی نیمکت میان فریادهای هواداران گم میشوند. کسی باور نمیکنه به این راحتی بازی از دست رفته باشد. پپران در سوتش میتوند. یکی از تلخترین سوتهای زندگیت. بعدا مثلا صحبت میشد میگفتن که چند تا از بازیکنها خودشون مثلا دوست داشتن ناصر خان بره. آدمایی که دوست داشتن ناصر خان نتیجه بگیره یه شرطی به وجود آوردن که اون بازی اتفاق بیفته و یه همچین شرطی تو استادیوم به وجود بیاد و که باعث تعویض ناصر خان بشه. متاسفم. در رختکن پرویز برومند را اخراج میکنی. دروازه‌بانت میگوید ببین خودت تا فردا هستی. برگشتم گفتم که شما ببین فردا خودت مربی هستی که به من میگی نه یا سر تمرین یا نه. چند ساعت بعد خبر زودتر از خودت به روزنامه‌های ورزشی میرسد. ناصر حجازی اخراج شد. یه سری بازیکن بلند پروازیه کردن تو مقاطع مختلف و حساس دست ناصر خان تو بوسه گردو گذاشتن و تیم نتیجه نگرفت و قهرمان آسیا نشد.
با اون شناختی که من از اون بچه ها بعدها پیدا کردم، چون بعد از ناصر من یه مدت رفتم سرپرست استقلال بودم و اون بچه ها رو دیدم، میدونستم یه همچین چیزایی ممکن ازشون بر بیاد. فردا صبح روی دکه روزنامه فروشی یکیشان عکس بهنام ابوالقاسم پور را چاپ کرده و تیتر زده مردی که حجازی را عوض کرد. زرینچه و ابراهیم طالبی سرمربیان موقت تیم می شود. استقلال نایب قهرمان لیگ می ماند. دو ماه بعد هم نایب قهرمان جام حذفی. نفرین نایب قهرمانی روی تیم مانده. استقلالی که تو دوباره آن را احیا کرده ای. استقلالی که دوباره بزرگ شده، چنان که نایب قهرمانی آسیا برایش کوچک است و برای قهرمان قاره نشدن سرمربیش را اخراج میکنند. به اصفهان میروی، زوباهن بازیکن ندارد و تو سعی میکنی تیم را از نو بسازی. به زوباهن شخصیت میدهی، از رحمان رضایی و سعید رمضانی ستاره میسازی. این مشکلی که برای ناصر خان پیش میومد این بود که تیم رو درست میکرد، ساخته میشد، منتها بعدش این فرصت بهش داده نمیشد که بخواد از اون ثمره و نتیجه که از کارش میخواد ببره استفاده کنه. مقصدهای بعدی آبیهای شمال و جنوب کشور است. قلبت برای استقلال میتبد و اگر استقلال تهران جایی برای تو ندارد، با استقلال بودن را در رشت و اهواز جستجو میکنی. میگویی استقلال خانه اول و آخر من است. در استقلال اهوازی که دستیار سابقت سرانجام رویای رسیدن به نیمکت استقلال را محقق می کند. او با یک برنامه 3 ساله به استقلال می آید و در فصل نقل و انتقالات برایش کم نمی گذارند. به قلعه نوعی سرمربیگری تیم ملی را پیشنهاد می کند. تو که روی نیمکت نساجی قایم شهر نشسته ای، گفتگو می کنی و می گویی دنیای عجیبی شده. دستیارم سرمربی تیم ملی می شود و من نه. دلیلش را همه می دانند. قلعه‌نویی از تو شکایت می کند. تو دیگر چیزی نمی گویی. دلت را شکستند. استقلال دیگر نتیجه نمی گیرد. نه با قلعه‌نویی، نه با دستیارش مرفاوی. شریف نصبی هست در عمق، آفساید نیست. محسن خلیلی هست دروازه‌بان و این توپ دیگه باید گل بشه. محسن خلیلی حساب کار 2-1 میکنه به نفع سایپا. چقدر دفاع استقلال ضعیفه. کار به جایی میرسد که آبی‌ها با شکست مقابل مرصاد شیراز از جام حذفی کنار می‌رود. مقداد نجف نژاد از مدیریت تیم کنار می‌رود. علی فتح‌الله زاده باز می‌گردد و او پیش از هر کس دیگری به شعار روی سکوها اعتقاد دارد. به هوادارانی که فریاد می‌زنند دوای درد آبی فقط ناصر حجازی. در هر صورت ما بعد از 7-8 سال دوباره به خونه خودمون برگشتیم. اومدم که واقعا در کنار آقای فتح‌الله زاده بتونیم یه تیم منسجم و قوی برای امسال درست کنیم که خاطرات 8 سال پیش ما زنده کنیم. دوباره با تیم خودت پا به ورزشگاه آزادی می‌گذاری. آی آزادی، تماشاگران برایت گلو پاره می کنند. آنها فکر می کنند روزهای سخت تمام شده، روزهای فراق. برایشان مهم نیست که از تیم پرستاره قلعه‌نویی فقط سایه‌ای در استقلال باقی مانده. همه ستاره ها رفتند و تو باید تیم را از نو بسازی. آنها فکر می کنند فقط یک نفر می تواند و آن یک نفر تویی. تو قبلا تمرینات استقلال اینقدر تماشاگرم نمی اومدش. رفتی به حضور شما هم داره دیگه قطعا. فکر نمی کنم، ولی دوست دارن استقلال رو بالاخره برای تیم خودشون که تیم جدیدی یا نفرات جدید اومدن به این دلیل دارن میان. فقط برای توست که همی چیز پیچیده برگزار می شود. تو پا به قتلگاه خودت می گذاری. به یک شمارش معکوس بی سابقه برای ساکت کردن سکوهایی که تو را فریاد می زند. هرچه روی سکوها تو را دوست دارند، انگار جاهای دیگر چنین نیست. شمارش معکوس آغاز می شود. منی، حرکت زیبای و فرصت از ضربه میزنه، میره توی دروازه، توی دروازه، میثم منی. هفته اول دیدار با آبی‌های اهواز. تیمت 3-2 پیروز میدان می شود. می گویند فاصله ما با استقلال اهواز خیلی بیشتر از یک گل است. سکوت می کنی. هفته دوم به انزلی می روی. داور برای زدن سوت پایان با نتیجه مساوی به ساعتش نگاه می کند که ملوان گل می زند. اولین شکست فصل. جلسه فوری هیئت مدیره. خروجی جلسه این است. باز هم به حجازی فرصت می دهیم. تازه هفته دوم است و تو
سکوت میکنیم. هفته چهارم در زمین شیرین فراز کرمانشاهان بردی آسان و شیرین. وارد محدوده بالای جدول میشوید. نمیتوانند چیزی بگویند. ارسال پولادی برای سانجان. سانجان و این هم گل سوم. روزنامه می نویسد مدیر عامل با سرمربی تازی آبی ها شام خورده. مگر تو سرمربی تازه نیستی؟ مگر فقط 4 هفته از لیگ نگذشته؟ کاسه صبرت از انتقادها لبریز می شود. می گویی 3 فصل زمان نمی خواهم تا ته همین فصل مهلت دهید. هفته نهم، هفته دربی. روزنامه تازه تأسیس 5 روز مانده تا دربی می نویسد مدعی اصلی نیمکت استقلال ادعا کرده همین امروز هم تیم را تحویل بگیرد. پرسپولیس را می برد و حاضر است برای اثبات حرفش چک بدهد. دفاع سالا فرصت برای آرش برهانی، به سمت دروازه میره، ببینیم چه کار میکنه. برهانی نمیتونه بزنه. امید روانخواه گل میزند. آمار خوبی نیست برای فوتبال ما. روانخواه حالا او یه شوت میزنه توی دروازه، توی دروازه. امید رسان روانخواه دروازه رو باز میکنه. استقلال 1-1. ناصر حجازی واقعا به این پیروزی نیاز داره. باسم صاحب، باسم ضربه، به حالا توی دروازه، توی دروازه. دربی مصافی میشد. تو براشفته از انتقادها میگویی من هر زمان آماده جداییم. بگویند برو، میروم. من خدمتون گفتم، خدمت تمام دوستان گفتم، من منافعی تو باشگاه ندارم. من دنبال این منافع و اینا نیستم. من اومدم خدمت بکنم برای تیم سابقم که تون 18 سال 20 سال برای این تیم دروازه‌بانی کردم، مربی کردم. من منافعی ندارم. هر موقع هم هیئت مدیره آقای فتح‌الله‌زاده دستور بدن برم، میرم، هیچ اشکالی نداره. سکوت، سکوت، سکوت. انگار آرامش پیش از طوفان است. هفته 11 هم باز هم تساوی، این بار مقابل ابو مسلم. گل فرهاد مجیدی کافی نیست. نام ها حالا دیگر بی محابا پرتاب می شود. علی گلتکین ترکیه‌ای، اصغر شرفی، امیر قلعه‌نویی. عصر پس از بازی حجازی به دفتر مدیر می رود. هیئت مدیره تشکیل جلسه می دهد. فتح‌الله زاده می گوید موظف است که مسببات هیئت مدیره را اجرا کند. هیئت مدیره رأی به برکناری حجازی میدهد. سرمربی تیمی که از 11 بازیش 3 باخت آورده. سرمربی تیمی که هنوز نیمه بالای جدول است و اختلافش با صدر چندان زیاد نشده. کسی حکم را به تو ابلاغ نمی کند. قرار است در بازی آخر برای جهنم بپا کنند تا راحت تر کنارت بگذارند. عنوان شده بازی با پیکان آخرین فرصت شماست. بعد از شما اصلا درسته همچین بحثی رو مطرح کنن یا نه؟ اینو محول میکنم به تمام کارشناسا و به تمام اونایی که وارد به فوتبال هستن. احتیاجی نیست من صحبت بکنم و کاری هم به این چیزا ندارم. به دوستان و رفقا و اینا 3 سال فرصت میدن، 4 سال فرصت میدن، 6-7 جام یه جام میگیرن. به حجازی هم میتونن که 1 سال فرصت بدن از تو 2 جام یه جامو بگیره. اگر نگرفت حجازی میره خونش میشینه و هیچ ادعایی هم نره. هواداران هنوز کنار تو اند. بر کناریت تبعات زیادی برای صاحبان قدرت در تیم دارد. هفته دوازدهم. تیم با تمام قوا وارد زمین می شود. حداقل اون بخش از تیم که عاشق حجازی است. من یه چیزی رو بهتون بگم. اگه یادتون باشه بازی قبل 6 روز پیش همینجا آقای فتح‌الله‌زاده اومد، مدیرمونه، دوستمونه، پاشو گذاشت و صورت ما رو له کرد. میتونین جوابشو بدید؟ بعد بازی همون شرایطه. فکر اینو باشید که ما بعد بازی باختیم آقایون. ما یکیش خدای نکرده باختیم، اون شرایط هفته پیش است. در هر لحظه از بازی احساس کردین دارین کم میدوید، این استنباطو بکنید که آقا من بعد بازی به بازم باید جوابگوی یه ملت باشم. گل اول را محمد نوازی میزنه، دومین گل را آرش برهانی. اگر ببرید بالانشین جدول میشوید. دیگر کاری هم از هیئت مدیره بر نمیاد. یه حرکت از سمت چپ، یک شوت از راه دور و توی دروازه. فرصت برای خسروی و توی دروازه. به روی دروازه یه فرصت در اون شلوغی توپ رو بیرون میکشن. کمک داور اعلام گل کرده. بله گل پذیرفته است. گل سوم برای پیکان ابراهیم توره. اما 3 گل مثل صاعقه بر پیکر تیم نازل می شود. باز هم 3 گل برای جبران اختلاف 2 گلی که برندش تو بودی.
و جالب اینجاست که ناصر حجازی مورد تشویق قرار میگیره. یه بار دیگه فرصت برای استقلال. زمان به عقب برمیگردد، به اردیبهشت نحس 1378، به بازی با سایپا، با آن دو گل فاصله و آن سه گل منجر به برکناری. انگار فیلم را به عقب برگردانده باشند. فرهاد مجیدی عشق می‌ریزد. با آنها که در زمین راه رفتند تا تو بروی اعتراض می‌کنند. تویی که به سراغش می‌روی و آرامش می‌کنی. در رختکن حرفی باقی نمانده. هواداران روی سکوها نامت را صدا میزنند. کسی نمیخواهد باور کند جایی دیگر تصمیم ها گرفته شده. تا اتوبوس تیم تو را روی دست میزنند، فریاد میزنند: استقلال بی ناصر نمیخواهیم، نمیخواهیم استقلال بی ناصر، نمیخواهیم، نمیخواهیم استقلال. کسانی دیگر اما استقلال را بی ناصر میخواهند. میگویند یا مدیر فنی باش یا برو. تو نمیخوای تیمت را بی صاحب رها کنی. روی سکو می نشینی اما کسی استقلال را بی حضور تو هدایت نمی کند. سه بازی سه برد با رهبریت از روی سکو. میگویی روی نیمکت نمی نشینم تا استقلال ببرن. نخستین بازی پس از پیکان با راه آهن، بازی بعدی با فجر در شیراز و بازی آخر در جام حذفی مقابل طبیعت یزد. هر سه بازی را می بری. فشار هواداران میخواهد تو روی نیمکت بازگردی. تو را به عنوان مدیر فنی نمیخواهند. تو سرمربیشان هستی. تیم به رتبه ششم لیگ و مرحله بعدی حذفی رسیده. یک بازی دیگر ببری کسی نمیتواند آنجا نگه دارد. جلسه تشکیل میشد. جلسه پشت جلسه. قبل از بازی چهارم سراسیمه سرمربی تازه را انتخاب میکنند. انتخابی غافلگیر کننده. آنها فیروز کریمی را جای تو روی نیمکت استقلال می نشوند. همانها که ته فصل روسیاه می شوند وقتی تیم ششم جدول رها شده تو را از سرمربی تازه 13 تحویل می کند. بدترین رتبه استقلال در تمام ادوار لیگ. تو هیچ وقت تیم خودت را نفرین نمی کنی. اما نفرین بی ناصر شدن گریبان استقلال بی تو را می گیرد. تو برای همیشه با استقلال خداحافظی میکنید. با تیم خودت. تو دیگر به خانه باز نمیگردی. آن بالا ایستاده ای بر فراز آزادی، مردم بدرقت می کنند پیر و جوان. شاید با خودت فکر می کنی چه زود دیر شد، چه نابهنگام بیماری از پا در آوردت. گفته بودند 3 بیشتر زنده نخواهی ماند، اما 1.5 ماندی و جنگیدی. چقدر کار نیمه تمام داشتی. فکر می کردند دوباره که از استقلال کنارت بگذارند ناصر حجازی تمام خواهد شد، اما تو تمام نشده بودی. همان کاری را کردی که یک بار 2 قبل انجام داده بودی. رفتی تا جایی دیگر خودت را ثابت کنی، در اسلواکی، جایی مرکز اروپا، خیلی دورتر از سرزمین خودت. با دی استرادا تا جمع 4 تیم جام حذفی اسلواکی صعود میکنی به 1 جام یوفا. اگر اونجا قهرمان میشدن شاید به جام یوفا راه پیدا میکردن و یک افتخار خیلی بزرگی بود براش. حالت اما خوش نیست. میگویی در 60 باید بعد از تمرین در خانه با نوه ام بازی کنم، اما به من تیم نمیدهند تا باز طعم غربت را بچشم. قبل از نیمه نهایی جام حذفی نخستین نشانه های سرطان خودنمایی می کند. نمی توانی خودت را به بازی برسانی. از فردای اون روز روزنامه ها شروع کردن به تیترهای مختلف زدن در رابطه با پدرم و تا اواخر هم تا اون موقعی که
موهاش شروع کرد به ریختن واقعا نمیدونست که مریضی اصلیش چیه. فکر میکرد یه عفونتی داره تو ریش و ما کلن مجبور بودیم که این ازش قایم کنیم. دی استرادا بی حضور تو حذف میشود و تو مبارزه را در جایی دیگر آغاز میکنی، این بار بر سر زندگیت. برخی یادشان میافتد که حجازی بزرگ است، میآیند تا بگویند در مبارزه همراهت هستند، اما عکس یادگاری میاندازند و میروند. وقتی از تو میپرسند از مسئولان کسی کمکی هم کرده، میگویی میگن مسئولین من همین مردم هستن، مسئولین رد بالاهای من همین مردم هستن که به من قوت قلب میدن، چه از فقیرش گرفته چه از غنیش گرفته. شمهای تولدت را فوت میکنی، خوش روحی تر از آنی که نشانهای سخت بیماری را جدی بگیری. در تهران واعظ آشتیانی به سراغت میآید، میشوی مشاور مدیرعامل استقلال، پست افتخاری، پست بدون دستمزد. در تمام مدت که من مدیرعامل باشگاه بودم، تنها کسی که در مورد پول، بعضی از مربیان مثلا شاید صحبت نکنن، ولی تنها کسی که واقعا صحبت نمیکرد ناصر اجازی بود. مهم نیست، در کنار آبی ها بودن آرامت می کند. جو استقلال متلاطم است. فتح‌الله زاد سرپرست موقت تیم می شود. کسی باور نمی کند بعد از اتفاقات سال 87 با او کار کنی. نزدیکانت می دانند که از فتح‌الله زاد دلخوری، اما نمی دانند این خودت بوده ای که به سعید لو پیشنهاد کرده ای او را بالای سر تیم بیاورد. رئیس کمیته فنی و مشاور ارشد مدیریت استقلال می شوی. بزرگتر تیم. فرار خوب پاشاش آفسایدیست، میره برای بار دوم، دروازه باز بشه، میتونه دروازه رو باز بکنه، پاچاچیان و تمام. صنعت نفت آبادان 2 استقلال تهران 0. بعد از شکست آبی ها مقابل نفت آبادان به بازیکنان می فهمانی در استقلال بودن یعنی چه. پرویز مظلومی که حالا سرمربی است واکنش نشان می‌دهد. فکر می‌کند سودای سرمربیگری در سر داری. نه آن روز چون این سودایی داری و نه بعدتر. مظلومی این را خیلی دیر می‌فهمد. باید باشه، چون تیم نتیجه بدی به نظر من نگرفته. تیمی که اول فصل گرفته دوم جدول شده و سهمیه آسیان به نظر من کسب کرده که ایشاره بتونه باشه برای فصل بعدم، بتونه قهرمان تهران بشه، قهرمان ایران بشه و میتونم این کار بکنم. تو باعث میشوی مظلومی در استقلال ماندگار شود. سلسله بردهای مظلومی مقابل رقیب دیرینه در روزهای مدیریت تو کلید میخورد. تویی که به رغم بیماری سخت در سرما و گرما مرد همیشه حاضر تمرینات استقلال. با اون مریضیش صبح از همه زودتر میمه سره. بهش میگفتم ناز خود احتیاج نیست تو اینقدر بیایی. میگفت حالا احوالش خوب نبود دیگه. میگفت نه من باید بیایم. یعنی عشق با عشق کار میکرد. اما چه زود دیر شده. سرطان بر جسم و جانت نشسته. پیغام های بزرگان فوتبال از اقصا نقاط جهان میرسند. سر الکس فرگوسن برایت نامه ای مینویسد و از تو دلجویی میکند. آخرین تصویرها از تو باز همان مرد عدالت خواه همیشگیست. این را عادل فردوسی پور میتواند شهادت دهد. روزی که روی آنتن زنده اش میگویی کجا پاک است که فوتبال ما پاک باشد. نه من فقط اینو خدمت میگم که میگن فوتبال ما ناپاکه. ما باید ببینیم جای دیگه همون پاک هست که راجع به فوتبال ناپاک داریم صحبت میکنیم یا نه. اینو بحث خیلی مهمه. فقط اینو من می‌خواستم بگم. تو حرف‌های دیگری هم می‌زنی که کسی جرأت بیانش را ندارد. من ناصر حجازی هستم. سرد و گرم روزگار را چشیدم. مردم را دوست داشته باشید تا آنها هم شما را دوست داشته باشند. خدمت به مردم یعنی فراهم کردن رفاه و آسایش آنها. آدم با وجودی بود. جای حجازی هیچ وقت نگاه منفعت طلبانه نداشت. همان گونه که خودت هم از هیچ کس کمک قبول نمی کنی. نمی خواهی تهمت زنان دیروز با بیماری حجازی عکس یادگاری بگیرند.
همانها که وقتی اتهاماتشان برای ندادن تیم به خودت را شنیدی فریاد برآوردی که من نه معتادم نه نامسلمان. این نیاز به هیچ کسی، من نیازمند اون بالایی هم فقط، این هم که میان وسیله اونا هست، بس من شما من نیازمند اون خدای بزرگ، همه نیازمند اون. همانها که در روزگار سلامت دربارشون گفته بودی به هیچ کس تعظیم نمی کنم. و میرسم به اون شعری که میگم من اون گلبرگ مغرورم که میمیرم زبی آبی، ولی با ذلت و خاری پی شبنم نمیگردم. و در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودی تا اعتراضت را به حضور سیاسیون در فوتبال این گونه به گوش مردم برسانی، هرچند حتی صلاحیتت را هم تایید نکرده بودند. در تعطیلات نوروز 1390 امیر رفیعی و همسرت نتیجه آزمایش ها را میگیرند. متاستاز سرطان به مغز زده است. میگویی از مرگ نمیترسم، تمام عمرم جنگیدم، با این بیماری نیز خواهم جنگید. در فرصت‌های کوتاه بیرون از بیمارستان سعی می‌کنی همان حجازی همیشگی باشی، پیگیر اوضاع استقلال فصل بعد و حتی گسترش فولاد تبریزی. فوتبال‌ها را از دست نمی‌دهی و میان یکی از همین بازی‌هاست که برای همیشه به کما می‌روی. سر بازی فوتبالی که داشت نگاه میکرد که بازی استقلال و پاس همدان رو قشنگ یادمه، با من تماس گرفتن که بیا خونه، حالش خوب نیست. من رسیدم خونه دیدم اصلا هوشیاری نداره، یعنی یه ذره حالت گیجه یه ذره، و دقیقا صحبتهایی هم که میکرد خیلی میکشون صحبتها رو، قشنگ نمیتونه صحبت کنه و چیزی هم تشخیص نمیداد. دیگه دیدیم حالش بده، زنگ زدیم آمبولانس اومد. آمبولانس اومد و یه صندلی چرخ دارم داشتیم که هیچ وقت البته قبول نکرد روش بشینه. اون موقع هم که حالش بد بود هی بلند شده و وایساده بود، زیر بغلش رو میگرفتیم که بزنیمش زنده، هرچی فشارش میدادیم بشین رو صندلی، گفت اصلا من با این نمیرم جایی. دیگه زیر بغلش رو گرفتیم و این چند تا آسانسور هم حتی سوار نشدیم، اومدیم تنها، من تنها خودم آوردمش پایین، گوشتم جلوی ماشین که دیگه تو پارکینگ که فقط من اون جیغش رو یادمه که میگفت آتوسا آتوسا، که من تا برم دیگه اینا سوار ماشینش کرده بودن که ببرن، که فقط پرسید منو کجا میبری، منو نبرین از اینجا. آتیلا هم گفتش که ما داریم میریم بیمارستان، طوری نیست. داریم میان دو نیمه بازی باشگاهت با پاس، هیچ وقت نتیجه آن بازی استقلال و پاس را نخواهی شنید. تو دیگر هیچ وقت به هوش نخواهی آمد. مردم مقابل بیمارستان کسرا می آیند، پارچه نویس ها از خدا می خواهند ناصر حجازی را برایشان نگه دارد، دست به دعا بر می دارند. خب دیگه مردم به همه چی متوسل شده بودند، دیگه دور هم جمع شده بودند در بیمارستان، دعا می خوندند، نیایش می کردند تا شاید یه فرجی حاصل بشه و آقا پدر من بتونه برگرده. خبر رفتنت دست به دست می شود، تلفن ها زنگ می خورد، خبرهای اول صحت ندارد، اما سرانجام دوشنبه لعنتی از راه می رسد. ساعت 10 صبح دوشنبه دوم خرداد، تو برای همیشه رفته ای. خدا دارد دوستش برد نظر خال.
روزنامه‌های روز بعد، از ورزشی تا سیاسی، یک سر عکس و نام توست. تیترهای بدرقت تیتر می‌زنند. عقاب از شهر کلاغ‌ها پرید. نیمه شب بعد رهسپار خانه می‌شوی. ساعت 3 صبح خانواده‌ات با تو خداحافظی می‌کنند. 1 ساعت بعد در غسال خانه و ساعتی بعد میان مردم در استادیوم 100,000 نفری آزادی، میان خیل جمعیتی که برای بدرقت اتوبوس ها توان حملشان تا بهشت زهرا را نخواهند داشت، میان آنها که پیاده تو را تا خانه ابدی همراهی خواهند کرد، میان آنها که هیچ وقت تو را تنها نخواهند گذاشت. حالا آن بالا ایستاده. اما آن بالا بر فراز آزادی، شاید تو به هیچ کدام از اینها فکر نکنی، شاید تو فقط به یاد آن روز ابتدای دهه 50 افتاده باشی که دل شکسته و خسته از بازی‌های روزگار به تحریریه مهمترین مجله ورزشی آن دوران رفتی و در بهترین روزهای جوانیت از مرگ گفتی و نوشتی که فکر میکنی مرگ خوشتر از سرگردانی در سراب رویاست. به پوچی های زندگی میاندیشم، به تمام آن چیزهایی که نزد انسانهای دیگر به عنوان میزان با الگوهای زندگی شناخته شدند. اکنون نیک می دانم که این الگوها سرابهایی بیش نیستند و زندگی چیزی بجز کاخهای بلند مرتبه آرزوهاست. به تمام این پوچی ها لعنت می فرستم. من از پدرم، از مادرم، از تمام معلمانم گله مندم که چرا از پوچی ها همه چیز می سازند و نمی دانند ثمره آن فنا شدن انسانی است که با تمام وجود به دنبال الگوهای ساخته شده آنها می رود و آنگاه به سراب بودنشان پی می برد. چه بسا آدمیانی که تمام زندگی خود را در این راه از کف می دهند تا دریابند تمامی آن چیزهایی را که به او آموختند بی پایه و دور از حقیقت بوده است. همراه این بدآموزی ها انسانی درمانده و پاک باخته را در دریای نومیدی ها تنها می گذارند. به من گفته بودند عشق محبتی است الهی و هرگاه خداوند بخواهد به کسی محبت کند، عشق را در قلب او جای می دهد. می گفتند آن کس که به نور عشق زنده شود دلش عمر جاودان می یابد و من به دنبال این چشمه آب زندگی تمام وجودم را در گروی آن گذاشتم و صمیمانه عشق ورزیدم. سالها طول کشید تا دانستم زندگی بر پایه‌ای غیر از آنچه دیگران گفتند بنا شده است. دانستم که عشق، محبت و صداقت دیگر خریداری ندارد و حتی به پای اله عشق هم باید پول نثار کرد، نه عشق. گفتند رنج روح آدم‌ها را بزرگ می‌کند، اما من با خودم فکر می‌کنم
کاش می توانستم تیرک های دروازه‌ام را از طلا بسازم و به جای طناب آن شرابه های مروارید نشان بیاویزم تا به همه ثابت کنم که سرگردانی در سراب رویاها نافرجام و شیرین ترین پاداش گم شده در این وادی بیمرز مرگ است. کلاغ‌ها پرید، عقاب از شهر کلاغ‌ها پرید. هیچ کس آخر این قصه رو نشنید، هیچ کس آخر این قصه رو نشنید. Saturday night.